سلام، وقت هم عزیزان بخیر. میخوایم این دفعه شور و سگاه رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خب فکر کنیم که شور صلح و سگاه لاکن. خب این را احتمالا برخواهی آشنایی دارین، ولی من توضیح میدم که شور صلحی که داریم مقایسهش میکنیم با سگاه، سرکلید اولیه و اصلیش لاکرون، سی بمول و می بمول داره. منتها طبق ردیف بر اساس حرکت هایی که بعد از درآمد اتفاق بیفته توی گوشه ها، ری هم کرون میشه. در واقع تو بستر صوتی ما اون ری کرون هم از الان لحاظ میکنیم. سگاه لاکرون هم دقیقا همون لاکرون و سی بمول و ری کرون و می بمول رو داره. خب پس فواصل و بستر صوتیشون در ادامه کنار هم دیگه قرار میگیره و هم بستر هستن. فقط شور رو ما داریم رو صلح تاکید میکنیم، لاکرون داریم روی سگاه رو لاکرون داریم درآمد میکنیم. خب پس درآمدشون که قاعدتا یکسان نخواهد بود، چون شور داره صلح زده میشه، اگه قرار درآمدشون هم یکی باشه که دو یکی میشدن کاملا. منتها گوشی بعد از درآمد توی شور که روی درجه دوم تاکید میکنه، رهاوی هست یا رهابه، خب حرکتی که داره به صورتی که یه حرکت بالا رونده داره و روی درجه دوم کمی تاکید میشه، ولی وای نمیسن روش، به خاطر اینکه اگه خیلی این لاکرون رو بخوام نشون بدم دقیقا میشه درآمد محدود درآمد سگاه. یعنی من میتونم بگم اگر درآمد شور رو بذاریم کنار، درجه دوم شور داره رنگ سگاه به میده، من میتونم الان درآمد سگاه هم روی اینجا در واقع در نظر بگیرم. یعنی اینجا به بعد دارن مثل اینکه روی هم دیگه حرکت میکنن. درجه سوم تو شور کسی به مول مولا نازی، درجه چهارم با دیگه اون پرده ری که کرون هست دیگه از این به بعد در واقع زمینه شهناز رو داره شکل میده. اینو تو شاهدش هم که درجه چهارمه برای شور. خب از سگاه لاکرون اگر بشمارم میشه لاکرون سی به مول دو، درجه سوم میشه، درجه سوم این سگاه میشه زابل به نوعی. پس زابل هم داره با شهناز شور توی مسیر قرار میگیره. میتونم حتی این از این به اون یکی برم، با این که هم بستر هستن و هم شکل هم هستن. یعنی اینجوری نیست که خیلی خودش نشون بده. ما از سگاه بیایم زابله، از شور بخوایم بیایم شهناز. روی شهناز درجه 5 و 6 بریم قرچه میزنیم. خب همین درجه 5 و 6 برای سگاه لاکرون چه 1 2 3 4 5 4 و 5، چون یه دونه عقبتر یه جلوتر بود دیگه در واقع سگاه، فاصله 4 و 5 رو اگه استفاده بکنین و روی 3 یعنی روی 2 دوباره فاصله 3 یعنی 2 وایسین، مویه داریم میزنیم. پس عملا مویه سگاه داره با قرچه شور باز هم شکل میشه. درجه 7 شور اون ریان که دیگه کرون هست پس دیدیم که تغییر کرده بود رضویه. خب اینجا در واقع سگاه لاکرون رضوی نداره، این فاصله مشابه نداره. منتها اگر که رو پرده تغییرش بدیم، یعنی در واقع میبمول رو میکرون کنیم، فاصله مخالف سگاه اتفاق میافته. بماند که وقتی داریم رضوی میزنیم، کما اینکه حرکت بعدیش مثلا چونم با گل ریز میاد یا سول وای میسه و این منطقه در واقع منطقه جدیدی حساب میشه، لا بمول هم داره اون. خب یعنی اینکه شما رضویتون با مخالف سگاه یه اختلاف رو پرده فقط داره. اگر که فاصله 6 رو که فاصله پرده فاصله کابل داره توی شور نسبت به رضوی رو پرده ببریم بالاتر و در واقع 3/4 رو پردهش بکنیم، به سر صوتی مخالف اتفاق میفته. یعنی حتی شما میتونین از شورتون بجز اینکه حالا اینا کاملا رو هم دیگه نشست و شبیه بودن، اینجا حتی اگر دارین شور میزنین یه تغییر پرده بدین و مخالف بزنین، یا اینکه مثلا اگر دارین تو شور میرین به قصد سگاه حتی برگردین. خب این در واقع کم مقایسه حساب نمیشه به نظر من، اینکه شما دو تا دستگاه مستقل رو دارین ولی تو دو سه تا چهار تا فاصله در واقع به هم نزدیکی داشتن، میتونستین که نهندی موقع مقایسه کنین و حتی فکر کنین که از اینجا به اون یکی وارد بشین و چیزایی بزنین که در واقع مرتبط با اون یکی دستگاه هست. یعنی در واقع داریم بین سگاه و شوری هم بستری ایجاد میکنیم و این نزدیکی که بشه با در واقع با در نظر گرفتن مشابهاتشون توشون چرخید. این هم امیدوارم که
کاربردی باشه براتون. موفق باشید.